مثل آن جنگلی که گسترده است گل به گل شعر ناب را مان. به نام خدا و سلام و درود به شما عزیزان بیننده در اقصا نقاط میهن اسلامی که برنامه صدای سخن عشق را تماشا می کنید و ما بسیار خوشحالیم که همراه و همگام ما در این مجموعه بهترین پیام ها رو برای ما ارسال می فرمایید. از لطف همه شما متشکریم و باز هم در این برنامه شما را به همراهی فرا می خوانیم و امیدواریم که این برنامه رضایت خاطرتون رو فراهم کنه. متشکرم. سلامی دوباره به شما بینندگان گرانقدر و گرانسنگ، دوستداران مشاعره در برنامه صدای سخن عشق. یک بار دیگه زیر آسمان پرستاری شیراز از شعر میگیم و شعر میخوانیم و مشاعره میکنیم. شرکت کنندگان عزیز ما به این فضای بسیار زیبا و آرام تشریف آوردن، ما در کنارشون هستیم و خواهش میکنم که خودشون رو به شما معرفی کنند. بفرمایید، خواهش میکنم. به نام آن که هستی را بنا کرد و شیطان را بلای جان ما کرد. من غلام حسین نعمتی هستم، بازنشسته آموزش و پرورش. بله آقای نعمتی، تا اونجایی که ما میدونیم شما در کار هنر دست دارید و سالها به دوستان جوان ما، کودکان و جوانان و حتی میان سالان و کهن سالان آموزش هنر دارید. دیدارتون برای ما مغتنم هست، خوش آمد بهتون میگم. خب همسر گرامیتون هم خوشبختانه اینجا هستن. خانم سلام، خوش آمدید. شما هم برای معرفی بیشتر خودتون شرح حالی بفرمید. ابتدا میکنم ز بسم الله وحده لا اله الا الله. نسرین خازعی، بازنشسته آموزش پرورش. بله، شما در کار به اصطلاح هنر و ادب و شعر و شاعری چقدر وقت تلاش داشتید؟ من همراه آقای نعمتی بودم و پشتبانش بودم تو این کار. هر وقت هر جا بود باهاش همراهی کردم. خب میریم سراغ سومین شرکت کننده عزیزمون. خودتون رو معرفی بفرمایید خانم. به بوی خوش آشنایی سلام، که بیزارم از هر جدایی سلام. زهرا آیین مهر هستم. سلام و درود به شما خانم آیین مهر، خیلی خوش آمدید. شما بفرمایید که چقدر وقت هست در کار شعر و مشاعره و ادب هستید؟ من زمان کوتاهی تازگی شروع کردم. خب چهارمین شرکت کننده عزیز ما، معرفی می‌فرمایید؟ بله. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، لیلی قاسمی هستم. بله خانم قاسمی، به شما سلام میگیم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید شما چقدر وقت هست؟ من با شعر خب از کودکی نمیشه گفت آشنایی نداشتم، داشتم، همیشه دوست داشتم. بله. اما خب الان یک سال حدوداً تقریبا میشه گفت به طور مستمر با دخترم. بله کلاس ها رو میریم و انشالله که موفق باشید. خوش. اگر دوستان اجازه بدن با ابیاتی از خواجه من آغاز بکنم این مشاعره رو، که میفرماید شهریست پر ظریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر می کنید کاری. می بی غش است دریاب، وقتی خوش است بشتاب، سال دیگر که دارد امید نوبهاری. هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی، مشکل توان نشستن در این چنین دیاری. آقای نعمتی یه بفرمایید. یکی درد و یکی درمون پسنده، یکی وصل و یکی هجرون پسنده. من از درمون و درد و
وصل و هجرون پسندم اون چرا جانون پسنده. بسیار خوب. هی خانم خازی، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. بسیار خوب. الف، آن که شق القمر از تیغ عدو گشت، سرش بر سر سجده به هنگام سحر کیست؟ علیست. بسیار خوب. ت، تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. بسیار خوب. واو، واجب آمد بر آدمی شش حق، اولش حق واجب مطلق. بله. قاف باید بفهمم. قطره که از جویباری می رود، در پی انجام کاری می رود. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا. خدا را. الف، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دال، دوستی با هر که کردم خصم ما درزاد شد، آشیان هر جا نمودم خانه صیاد شد. بسیار خوب. دال، دلی یا دلبری یا جان یا جانان نمیدانم، همه هستی توی فی الجمله این و آن نمیدانم. بسیار خوب. میم خانم، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. بسیار خوب. یکی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت. بله. که من بفرمی دیگر. که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را ناله و آه و زاری چراست. ته، تو نغمه عشاقی من نغمه نوازنده، تو مملکت عشقی من مرد پناهنده. خیلی خوب. هه، هر دم از روی تو نقشی گفتم نخیر نفرم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. بسیار خوب. میم، مسجد کوفه دگر وقت خدا حافظی است، که اجابت شده ذکر سحر و یارب من. بله، البته اگر خطابی بخونید مسجد کوفه دگر وقت خدا حافظی است، بله، که اجابت شده ذکر سحر و یارب من. بسیار خوب. نون، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. بسیار خوب. دال، دوستان من کنندم که چرا دل به تو دادم یا به تو بستم. بله، بستم. باید بکن. اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. یه، یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. دال، داشتم کنج حرم جامعه را میخواندم، برگ در برگ مفاتیح پر از شبنم شد. بسیار خوب. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. بله، بفرمید. خواهش می‌کنم. دلم یه چشمه آب پاک میخواد، رفیق جنگ و سینه چاک میخواد، مشام امروز و شب در انتظار بوی بارون روی خاک میخواد. به به به، چه بوی شعر خودتونم هست. بله. خب بفرمید. خواهش میکنم. در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ بسیار خوب. گر شکوه ای دارم ز دل، با یار صاحب دل کنم. بسیار خوب. بفرمید. نیم، مسجد کوفه خداوند نگهدار تو باد، که دگر نشنوی آوای دعای سحرم. بله خانم قاسمی، نوبت شماست. بفرمید. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. خیلی خوب. دال، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. ملائک بازن ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند. بسیار خوب. دال، دردمندم نه طبیبی نه پرستاری هست، دلخوشم چون تو طبیب و نه دلخوشم چون تو طبیب و تو پرستار منی. بله. یه، یار مرا، غار مرا، عشق جگر خار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. بسیار خوب. الف هم قاسمی، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را،
به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بله آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بله بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ الف آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، رنگ گل و نسرین داد، صبر آرام تواند به من مسکین داد. بله بسیار خوب. دال دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وان در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بسیار خوب. دال دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. خیلی خوب. دال آینه دلی دارم خریدار محبت، که از او جرم است بازار محبت. بله. لباسی دوختم بر قامت دل، زپود مهنت و تار محبت. بسیار خوب. تو را اندازه گلبیت یک آواز می فهمم، زبانت را نه از امروز، از آغاز می فهمم. بسیار خوب. میم مرا در منزل جانان چو امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. بله بسیار خوب خانم آیمه. الف بفهمی خانم قاسمی. از طلا بودن پشیمان گشته این، مرحمت فرمود ما را مس کنید. بسیار خوب. دال دو سال آسمون خیری نداره، از اون ابرای پر آب نمیاره، زمین خشک و زمون خشک و زبون خشک، خدایا کار کن بارون بباره. بسیار خوب. اینم باز روی آهنگ، یعنی آهنگ روی شعر هست که خیلی هم قشنگه. هی بفهمید خانم. هزار شب بنشستم کنار سجاده، هزار دفعه به هر شب خدا خدا کردم، نبودم آن که دهم دل به دست هر لعبت، میان خرمنی از گل تو را سوا کردم. بسیار خوب. بازم میمد. بله اینم از آقای نعمتی بود. بله. چقدر خوش به حال آقای نعمتی که شما شعراشون رو میخونید. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه ها یک گل مشو پنهان که پیدا. بسیار زیبا. یاد داری که تو را شب به سحر میکردم، صد دعا از دل پرخون و پریشان احوال. بسیار خوب. لام لام. بله لبت یاقوت بی همتا رومونه، زبونت شیره گلها رومونه، میون بند زبونت با لبونت صدفهای لب دریا رومونه. بسیار خوب. خیلی قشنگ و زیبا. هی هرگه که دل به عشق دهی، خوش دمی بود در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. ته بفهمید. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. بسیار خوب. بفرمید خانم. دلام و آش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. بله خب بفرمید. در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. بسیار خوب. بفرمید خانم خازی. من خود خدای خود را بی پرده میشناسم، در پیش من ببندید سجاده ریا را. بله الف خانم. ای دل چه غم از پرسش فردای جزا، چون یاور روز بی پناهی است علی. خیلی خوب. یه بفرمین. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت جان ما هم سوخت پروانه. بله هی هم هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. بله یا رب مرا ببخشا گر بندگی نکردم، عمریست کرده ام گم دروازه دعا را. بله الف. آیا سحری به رنگ خون دیدی تو، محراب و تو منبری چنین دیدی تو. معبد. وفا کنیم و ملامت کشیم. بله. و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. خیلی خوب ممنونم. 15 دور مشاعره عمومی عزیزان ما
در اینجا به پایان میرسه و خوشبختانه کسی امتیاز از دست نداد. فرصتی بگیریم تا به سراغ بخش واژه‌ها برویم. خدایا بختم از خواب پا نمیشه، شب تنهاییم فردا نمیشه، غمش بر چفت صندوق دل من زده قفلی که هرگز وا نمیشه. بعد از این دو بیتی زیبا بریم سراغ بخش واژه ها. 10 واژه ابتدا برای شما عزیزان میخونم. برای هر واژه باید یک بیت بفرمایید. چالاکی و تردستی شما در این مورد کارسازه. ببینیم، عرض کنم عزیزانمون که سنی ازشون گذشته و با تجربه هستن در برابر این عزیزان چه خواهند کرد. دستا روی زنگ، خواهش میکنم برای شما اولین واژه رو میخونم. رند، بفرمایید خانم. قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بله، بسیار خوب. واژه بعد، آب، بفرمایید. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. بله، دستا روی زنگ، طلوع، بفرمایید آقای. برخیز و بیا نگاه کن آنجا را، خورشید طلوع کرده از دریا را. بله، بسیار زیبا، ممنونم. واژه بعدی، دستا روی زنگ، قلب، قلب، بله، قلب. یادتون نمیاد؟ دل نمیشه جاش بگیر. نه خیر، قلب. شما یادتون نمیاد. بریم سراغ واژه بعدی، خورشید، بفرمی خانم. ای وطن، ای خانه امید من، ماه من، دریای من، خورشید من. بله، و اما واژه بعدی، بیدار، یا بیداری، بفرمایید آقای نعمتی. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. بسیار خوب. اما واژه بعدی، دستا روی زنگ، خزان، بفرمایید. شد خزان گلشن آشنایی. بله، همون آهنگ بسیار مشهور. شد خزان بازم آتش به جان، بازم آتش به جان زد جدایی. بله، شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی. جدایی، بسیار خوب. بریم سراغ واژه بعدی، آسمان، بفرمید. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. بله، بسیار خوب. و اما واژه بعد، دستا روی زنگ، دشت، دشت، بفرمایید. دشت و دمن، باغ و چمن، لاله و سنبل پرورده، دست صبا در همه جا فرش زمرد گسترده. بسیار خوب، بسیار خوب. از ترانه ها میخونند آقای. شعر هست. بله، شعر دیگه، درسته، شعری هست که در ترانه هست. بله، درسته، متشکرم، ازتون قبول میکنیم. بریم سراغ واژه بعد که آخرین واژه است، محبت، بفرمایید خانم. مرغ محبتم من،
که ای آب و دانه خواهم، با من یگانگی کن یار یگانه خواهم. خیلی خوب، میریم این بخش رو به پایان ببریم و بخش دیگر که چند واژه است که به مزایده خواهیم گذاشت تا لحظات دیگه شروع میشه. قبل از اینکه چند واژه رو به مزایده بگذاریم، من حاصل تلاش عزیزان رو تا این لحظه خدمتون اعلام میکنم. جناب غلامحسن نعمتی 120 امتیاز تا حالا به دست آوردید. سرکار خانم نسرین خازی، شما هم این شوهر گرامیتون 120 امتیاز، رو دست هم دیگه نگاه کردیم قربان. و اما شما خانم آینمهر 100 امتیاز به دست آوردید و خانم لیلا قاسمی چهارمی شرکت کننده 105 امتیاز. تلاش کنید هر دو گروه که انشالله به امتیازهاتون بیفزایید. حالا 5 واژه رو به مزایده میگذاریم. برای هر واژه 20 ثانیه ابتدا من فرصت میدم، بعد این واژه رو میخونم، زنگ بزنید. اولین واژه صبح با 20 ثانیه فرصت. زنگ لازم نیست بعد از 20 ثانیه. 5 ثانیه اول تمام شد. 10 ثانیه. 15 و 20. واژه رو میخونم، صبح با هم بفرمایید. خانم کی بیشتر از یک بیت؟ سه بیت. شما؟ شما آقای؟ من دو تا بیشتر. نه، شما که سه بیت دارید باید بفرمایید. صبح گاهان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. بله. صبح آن دم صبح قیامت تأثیر، حلقه در شد از او دامن گیر. بله. و یک بیت دیگه. وقتتون تمومه. صبحیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. تمام واژه هاشو من خدمتون گفتم. خیلی خوب، میریم سراغ واژه بعدی با 20 ثانیه فرصت اولیه. آشنا یا آشنایی، 20 ثانیه از اینجا شروع میشه. 5 ثانیه اول تمام شد. 10 ثانیه. 5 ثانیه. واژه رو آشنا یا آشنایی، هر کدوم رو بگین قبول میکنیم. بفرمید آقای نعمتی. بفرمید. 2 بیت. شما؟ هیچ کدوم. بعد یادتونه میاد. شما خانم؟ بفرمید آقای نعمتی. آن کس که افکنده به میان ما جدایی، آن کس که پرورده نهال آشنایی. خب گویش برو ای فتنه‌گر از پیش چشمم. اون دیگه. بله. خب حالا بیت بعد. شد خزان گلشن آشنایی رو میتونیم استفاده کنیم؟ این که خوندید الان قربان. اون تو چیز دیگه بود. بخش دیگه بود. حالا بفرمایید شاید داوران. شد خزان گلشن آشنایی. خب شد خزان گلشن بازم آتش به جان زد جدایی. جدایی. خب این رو حالا داوران انشالله خدمتون عرض خواهند کرد. 20 ثانیه فرصت برای واژه بعدی. فریاد. 20 ثانیه از همینجا شروع میشه. فریاد. 5 ثانیه اول تمام شد.
هفدهمی نیز پانزده، واژه رو میخونم. فریاد بفرمی. یکی. کی بیشتر از یکی؟ من یکی و نصف یادم. نه یکی. یکی بیشتر از کامله. اگر کسی بیشتر از یکی میدونه، دو، سه. خب طوری است که باید با یک بسازیم. من نه نه دو تا میتونم بخونم. بله بفرمایید دو تا. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بله. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. بله. سر کوهای بلند فریاد کنم و امیرالمؤمنین را یاد کنم و امیرالمؤمنین دردم دوا کن، نصیبم مکه و هم کربلا کن. خیلی خوب، بسیار عالی. میریم سراغ واژه بعدی با 20 ثانیه فرصت که بسامد بسیار بالایی داره. عشق. پنج ثانیه اول تمام. دهمین. پانزدهمین. واژه رو میخونم. عشق. بفرمید خانم چند بیت؟ خب نه، چهار تا یا پنج تا فرق میکنه؟ خب میگم تو ببینیم چند تا میشه. نمیشه شاید یا اون نتا. چهار یا پنج؟ چهار تا. چهار تا شما قربان. آیه کمتر. کمتر. شما کی بیشتر از چهار تا؟ من کمتر. کمتر داریم. بفرمید خانم چهار بیت با کلمه عشق. همیشه عاشقم و عشق در نهان من است، دعای پیر طریقت نگاهبان من است. بله. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. بله این دوتا. عمری زدم لاف هوشیاری و عیاری، عشق آمد و با نخفت فرمود به من نادان. و چهارمی؟ چهارمیشم عشق. مرغ عشق از دل دیوانه من پر زد و رفت، آشیان بر دل دیوانه دیگر زد و رفت. من و عشق و دل و او محضر داور رفتیم، مهر باطل شده بر گفته داور زد و رفت. بله. پنج تا. بله حالا بازم داریم اگر بازم میتونیم دارم. خیلی خوب براشون دست میزنیم. برای خانم عرض کنم خازعی، باور کنید چاد سی چل بیت هم میشه گفت، اما شما به حداقل اکتفا کردید. و بالاخره آخرین واژه 20 ثانیه فرصت اولیه. افق. افق. ده ثانیه رو پشت سر گذاشتیم. پانزده. واژه رو میخونم. افق. بفرمید خانم چند بیت؟ یک بیت. شما دخترم شما بفرمید خانم. به یک دونه اکتفا. شعر جمهوری اسلامی خودمون هست که همه بسیار بهش معتقد هستیم. بله. و ایمان بفرمید. داریم. سرود ملیمون هست. سرزد از افق مهر خاوران، فروغ دیده حق باوران. بله بسیار خوب. این هم پنج واژه که به مزایده گذاشته شد و دوستان سهم خودشون رو کم و بیش گرفتند. باید بریم سراغ مصرعهای گم شده، مصرعهایی که دوستان باید هرچه سریعتر اونها رو پیدا بکنن. فرصتی میگیریم و باز میگردیم. بریم سراغ مصرعهای گم شده. اما قبل از اون من یه توضیح مختصر بدم. در بخش قبل سرکار خانم قاسمی فرموده بودند صبحگاهی یا صبحگاهان که تفاوت نکند لیل و بهار، که همه شما بینندگان فرهیخته و ادیب ما میدانید که بامدادان هست. بامدادان که تفاوت نکند، یا بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار. و جناب نعمتی هم در اون شعر آشنایی
متاسفانه داوران قبول نکردن. بله خونده شده بود، تکراری بود و مورد قبول واقع نشد. خیلی خوب، دستا روی زنگ. خواهش میکنم روی مصراها زنگ نزنید. جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. بفرمایید خانم. مرا در منزل جانان چو امن عشق، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. بله، چونه چه مرا در منزل جانان چه امن عشق، چون هر دم. خیلی خوب، مصرع بعدی. نشاید که نامد نهند آدمی. بفرمایید خانم. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خیلی خوب، دستا روی زنگ. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد حدیثم نکته هر محفلی بود. خب مصرع بعدی. با دوستان مروت. متاسفم برای شما، متاسفم روی مصرع زنگ زدید. برای دو نفر بقیه میخونم. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بفرمایید. دل میرود ز دستم صاحب دلان. نخیر. برای شما بفرمایید. تفسیر این ده هفت. نخیر، اجازه بدید. بفرمایید. ایشون بگم. بله بفرمایید خانم. یادتون نمیاد؟ میشه مصرع دوم بخونید؟ عرض کردم. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. از حافظ هست؟ دل می رود. نخیر. نخیر خانم، شما هم زنگ زده بودید. آقای نعمتی هم که نگفتن، خانم هم که زنگ زده بودن. بنابراین آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف از این دیگه از این ساده تر نمیشه. خب مصرع پایانی، دستا روی زنگ. روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم. بله بله دارید درست میگید. حالا یکم فکر کنید بفهمید. با درم شروع میشه خانم. با درم میاد؟ نه، با در شروع میشه. بقیه شو دیگه نمیتونم خدمتتون میگم. با در شروع میشه. یادتون نمیاد شما؟ شما یادتون نمیان؟ کلمه بعدیش هم گفتید. لباس فخر. عرض کردم با در شروع میشه. در لباس فخر. خب دولت میکنه. خب دارید میگید. بله در لباس فقر. یک کلمه فقط. در لباس فقر کاره؟ کارش هم فرمودین؟ کار دولت. نه، یک کلمه باقی مونده. من کلمه رو میگم، حالا داوران نمیدونم آیا امتیازش بهتون بدن یا نه. در لباس فقر کار دولت میکنم یا فقر؟ نه نه، یک کلمه قبل از دولت هست. در لباس فقر کار اهل دولت. بله در لباس فقر کار اهل دولت میکنم خانم. این هم مصرعهای گمشده که به حمد الله یا به کمک دوستان عزیزمون پیدا شد یا ما کمک کردیم و در هر صورت پیدا شد این مصرعها. باید یه فرصتی بگیریم تا دوستان شعرخوانی بکنن در پایان برنامه، به شرطی که شعرها رو خیلی خوب بخوانن، درست بخوانن، توپق نزنن. ببینیم که چه خواهند کرد. یه فرصت کوتاه بگیریم. در بخش شعرخوانی عزیزان ما باید قطعاتی رو اجرا بکنن که خیلی خوب و شیوا و رسا اجرا بشه تا نمرات خوبی از سوی داوران به این عزیزان تعلق بگیره. جناب آقای نعمتی شما چه شعری می‌خواید؟ من چند تا اگر اجازه بفرمایید از رباعی خودم می‌خوام. بله خواهش می‌کنم، بسیار عالی. آن جان که به دنبال خدا می‌گردد، یک روز که از بدن جدا می‌گردد، چون شادی مردمان بود شادی او، بر تربت او عیش به پا می گردد. تا چشم به چشم های من دوخته ای، با آتش عشق جان من سوخته ای،
چشمانت آبی است و من حیرانم با آب چگونه آتش افروخت. آفرین، بسیار زیبا. آفرین آفرین، خیلی شعر روایه‌ای قشنگی بود. ممنونم از شما و طبع بسیار رقاد شما. خب خانم، شما اگه اجازه بفهم یه غزل از آقای نعمت. بسیار. شما خودتون چیا دیگه هم میتونم بگم؟ شما خودتون شعر نمیگین خانم؟ من نه، مینویسم. مینویسید. خب حالا یه غزل از جناب نعمتی بخونیم. مرغ عشق، مرغ عشق از دل دیوانه من پر زد و رفت، آشیان بر دل دیوانه دیگر زد و رفت. آن گل سرخ به بستان وفا پرپر شد، سرو بالنده من قید صنوبر زد و رفت. او گل سرسبد و ناز همه بستان بود، بر خودش انگ گل از همه بدتر زد و رفت. آن که با تار دلم رقص کنان میزد چنگ، مشت او وا شده و به سیم آخر زد و رفت. صبحگاهی به دو صد ناز و غزل خوان آمد، شامگاهی به دو صد قهر به هر در زد و رفت. بارها دل چو کبوتر به سر راهش رفت، تیر ناحق به پر و بال کبوتر زد و رفت. من و عشق و دل و او محضر داور رفتیم، مهر باطل شده بر گفته داور زد و رفت. ابن ملجم که همه هستی او بود علی، عاقبت تیغ جفا بر سر حیدر زد و رفت. آخه خیلی ممنون، بسیار زیبا. دست شما درد نکنه آقای نعمتی، غزل خیلی خوبی بود. خواهش میکنم، مچ اختیار دارید. خب سرکار خانم، شما چه شعری میخونید؟ من یه شعر دارم از غلامرضا طریقی. آقای غلامرضا. بله خواهش میکنم، بفرمایید. با یاد شانه های تو سر آفریده است، ایزد چقدر شانه به سر آفریده است. معجون سرنوشت تو را با سرشت من، بیشک به شکل شیر و شکر آفریده است. پای مرا برای دویدن به سوی تو، پای تو را برای سفر آفریده است. لبخند را به روی لبانت چه پایدار، اخم تو را چه زود گذر آفریده است. میخواست کوره در دل آدم بنا کند، مقدور چون نبود جگر آفریده است. بله بسیار خوب، غزل قشنگی بود. متشکرم از انتخابتون و قرائت این شعر. خب سرکار خانم قاسمی، شما چه شعری انتخاب کردید؟ من با اجازتون تضمینی بر غزل حضرت امام میخوام بخونم از سروده های شاعره عصر و خیلی هم ایشون توانا هستن، خانم معصومه باقری، که فقط 5 تضمین بر همین یک غزل گفته بودن. من بله. یکی رو انتخاب کردم. خواهش میکنم، بفرمایید. بوی تو آمد و من بین که چه هوشیار شدم، خواب صد ساله بودم یک شب بیدار شدم. دانه خفته بودم رسته و بسیار شدم، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، جوی خون کرده وضو صحبت ملحق بزدم. مرغ جان کرده رها نغمه حق حق بزدم، بال بر اوج کشیده به در حق بزدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. سبو بردوش سوی میکده یادی بکنم، پای کوبان به بر یار نشاطی بکنم. بگذارید که از بتکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. من که با دست بت میکده بیدار شدم. بله ممنونم خانم قاسمی، تضمین خیلی زیبایی بود. متشکرم، شما خیلی خوب اجرا کردین. بدین ترتیب پرونده این برنامه هم یواش یواش داره بسته میشه تا لحظات دیگر. داوران عزیز ما صورت کارکرد شرکت کنندگان رو به من خواهند داد و من هم خدمت خودشون هم خدمت شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه این برنامه رو دنبال فرمودید اعلام خواهم کرد. خواهش میکنم.
موقعی اون هست که من نتیجه مشاوره امشب رو خدمتون اعلام کنم. جناب غلام حسین نعمتی عزیز هنرمندمون 145 امتیاز به دست آوردید، همینقدر که لطف کردید و به برنامه اومدید واقعا برای ما مغتنم بود، ازتون خیلی متشکرم. همسر عزیزتون خانم نسرین خازعی 165 امتیاز خانم شما کسب کردید، بسیار ممنونم از شما. دختر عزیزمون زهرا آیین مهر شما 125 امتیاز کسب کردید و سرکار خانم لیلا قاسمی 150 امتیاز به دست آوردید، بسیار عالی. بنابراین خانم خازعی و خانم قاسمی به دور بعد راه پیدا میکنند با جناب نعمتی و خانم آیین مهر. انشاءالله تا برنامه های بعدی خداحافظی میکنیم. من این نکته رو بگم که سرکار خانم آیین مهر با توجه به این که از دیگر عزیزان جوانتر بودن و برای اولین بار هم در برنامه شرکت میکردن، شعر خوبی انتخاب کردن و خیلی خوبم اجرا کردن. از شما بسیار ممنون و متشکرم. خب موقعی خداحافظی هست. از داوران عزیز بسیار ممنونم، از همکاران خوبم که در جای جای برنامه منو صمیمانه یاری دادن و از مسئولین محترم سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فارس و از برادران بسیار عزیزمون در این مجتمع که ارگ کریم خانی رو با این فضای بسیار مفرح و شاد و سرسبز در اختیار برنامه صدای سخن عشق قرار دادن. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب رفت و شکوه های دلم ناشنیده ماند، این آرزو به وعده فردا گذاشتیم. بدرود یاران. خبرت هست که بی روی تارمم نیست، طاقت بار فراق، طاقت بار فراق.